گفتیم بریم سراغ لاگ اسکریپت ها و لاگ اسکریپت. اسکریپت لاگ خودش رو جداگانه ذخیره میکنه، تو سیس لاگ نمیفرسته چون خیلی لاگش زیاده، و اسم لاگ فایلش access.log هست. همونجوری که میبینید access.log 2 3 4 5 6 7 8 هم شما دارید اونجا میبینید، به خاطر اینکه یک سیستمی هست به نام لاگ روتیت میاد و بعد از یه حجمی یا یه زمانی لاگ رو زیپ میکنه، البته اینجا کانفیگ شده که زیپ نکنه، و همینطوره میذاره رینیمش میکنه، دوباره یه فایل چی میسازه؟ جدید میسازه. این کار میکنه برای اینکه لاگ فایل خیلی گنده نشه. اگه شما لاگ فایل هر روزی که راه انداختید و میخواید همه اینا رو باید بچسبونید چی؟ با کت به هم بشه یه لاگ فایل گنده، بشه کل لاگ فایل از روز اولی که این اسکریپت رو راه انداختید. این اسکریپتی که ما الان اینجا داریم اکسس لاگش رو میتونید خط آخرش رو ببینید، مثلا access.log. این یک دونه لاگ اسکریپت هست که میگه آقا در این زمان تاریخ به صورت ایپاچ ذخیره شده، از این آی پی حالا هر کی بوده 1185 اومده یه گت کرده چنین یو آر الی رو، تی سی پی میس شده، یعنی در واقع از کش نبوده، رفته از بیرون اومده و خلاصه اینقدر دیتا گرفته. اما شما میتونید این قضیه رو به صورت لایو ببینید، همینجوری که از اینترنت اینجا این اسکریپت مجموعه رو دارم بهش میگم داره استفاده میشه، میبینید که همینجوری داره اسکریپت دراتون چی تولید میکنه؟ لاگ تولید میکنه. برای اسکریپت یا برای اسکریپت سرورشون فرق؟ نه فرق نمیکنه. اسکریپت اینجا ورژن 3 است فکر کنم، نه دو هفته این استاتوس کدا رو برید بخونید، یکیش این یکی از تو کش خونده، یکیش این یکی از تو کش نخونده و یه عالمه چیز دیگه هم داره. نه لاگ روتیت رو لینوکس هست، فولدر و لاگ رو بعد وقت کانفیگوریشن لاگ روتیتور تو پکیج اسکویت هست، وقتی اپکیت میکنی پکیج اسکویت نصب میکنی یه کانفیگ لاگ روتیتور به لاگ روتیتور اضافه میکنی، میگه آقا لاگ منم روتیت بکن. بله این همه کلن لاگ اسکویده. اما لاگ اسکویت اینجوری شده به دردتون چی؟ نخوره. اگه ما اینجا یه سارج داشته باشیم، داریم، آره داریم، اگر یه سارج داشته باشیم کار سارج اینه که اسکریپت رو لاگشو بهش میدید ریپورت HTML براتون میسازه. الان سارج من فکر میکنم داره کار میکنه، یعنی بای دیفالت اگر بریم سلش ورلیب سارج اینجا برای ما به صورت دیلی مانتلی و ویکلی داره اتوماتیک این کار رو انجام میده ظاهرا، رانینگ بکگراند سرویس خودش این کار انجام میده. رانینگ بکگراند نه، تو کرون تعریف شده که بیاد هر بار این کار انجام بده. امروز نه، این خیلی قدیمیه. خب برید دستی این کار انجام بدیم. ما برای اینکه بتونیم دستی این کار انجام بدیم با سارج، شما میتونید منوال سارج رو ببینید، چند تا ورودی باید بهش بدید، بگید که آقا من در چه بازه زمانی میخوام ریپورت رو برای من HTML کنی، این یک. بعد لاگ فایل رو بهش بدید و بعد آوتپوت فولدر رو بهش بدید که آقا این HTML رو کجا بساز. همه اینا رو به این شکل بهش میدید. با داش دی شما دو تا دیت بهش میدید که با داش به هم چسبیدن با فرمت روز ماه سال روز ماه سال، یعنی من از این بازه تا این بازه چی در واقع لاگ رو میخوام برای من تبدیل کنید. داش اف باش کانفیگوریشن فایل رو بهش میدید و در نهایت یه چیز دیگه باید داشته باشم داش او هست، داش او دایرکتوری رو میدید که قرار لاگ فایل اونجا چی بشه ریخته بشه. به طور مثال من میام میگم mkdir/var/www exist www report. خب من چون اینجا یه وب سرور دارم slash etc apache2
listen ports.conf رو باز میکنم. ما اینجا کانفیگش کردیم رو پورت 82 کار کنه، هیچ اشکالی هم نداره. 192.168.1.2.2.82 این میشه وب سرور ما. حالا توش این کلمه رو نوشتیم مهم نیست، اگه بزنیم اسلش ریپورت به ما دایرکتوری ایندکسینگ اون فولدری که الان ساختم رو نشون میده. حالا میگیم که سارج اجرا بشه داش اف اسلش ور لاگ. اگه کلی میخوایی بسازی باید همون لاگ ها رو بچسبونی. من حالا فعلا از لاگ آخرین کار میکنم، اکسس ور لاگ اسکوید اکسس لاگ. بعد به شما میگم که داش دی اسلش ور دبل دبلیو اسلش ریپورت. بعد با داش دی بهش میگیم که آقا من از 2013 11 امروز چندومه دیروز رو میخوام بگیرم 11 تا چرا داش کدوم این آره این اوه. بعد دوباره روز رو همون میزنم ها 2013 11 11. خب چی میگی دیگه آرگومنت ها فرمت هم اشتباهه. اوکی اصلا از اون بره روز ماه ساله 11 11 2013 11 11 2013. No record found. از یک date 12 11 من دیتو بردارم. دیتش یه داستانی داره. خب یه چیزایی ما مال امروز ساخت. ها این لاگ روتیت شده توش فقط امروز هست. خب روز به روز داره روتیت میشه، اشکال نداره. حالا فعلا مال امروز رو ببینیم چه خبره. این بر اساس لاگ اینا دیگه ببین فقط توش 12 نوامبر هست. اگه دیتو بردارید کلش میشه. کلا از صبح تا حالا امروز ماشاءالله 1.3 گیگ اینترنت استفاده شده. وارد این روز که بشید اطلاعات خوبی میتونید ببینید. این اطلاعات رو بر اساس ترافیک طبقه بندی میکنه. بیشترین دانلود رو 1.21 داشته که یه سرور ما اینجا 61% ترافیک رو اینجا خورده، نزدیک همون 1 گیگ. بعدش دوستان کلاس 101 هستند که یکیشون 111 11% از 160 مگ ترافیک خورده. نکته جالبش اینجاست این کش آوتشه. این کش آوت یعنی چقدر از این از کش بوده چقدر از کش نبوده. مثلا دوست 111 ما 51% از این 160 مگی که خورده از کش خورده، یعنی که کش بهش داده، یعنی اینترنت ما رو مصرف نکرده. این خیلی خوبه. فقط 48% رو از چی گرفته؟ از بیرون گرفته. ولی مثلا یوزر 102 ارجا رفته من نمیدونم، ولی همش از چی بوده؟ خارج از کش بوده، یعنی تقریبا هیچیش تا حالا کش نشده بوده. اما یوزر 111 روش میتونید کلیک بکنید بهتون میگه کجا رفته. ایشون الان در صدر جدول لایو آپدیت سیمانتکس زده، احتمالا لپتاپش بوده زده آپدیت بکنه. بعد گوگل رفته، بعد این خود موزیلا اینو میره، یعنی فایرفاکس داره. بعد دانلود macromedia.com حالا ممکنه فلش بوده یا هرچی بوده، سیف بروزینگ گوگل. و اولین سایتی که خودش رفته عصر ایران بوده، خبر آنلاین بوده، استاتیک داد گل بوده، آقای ورزش سه بوده، ویدیو داد ورزش سه بوده. ماشاءالله خیلی خوب داره سیسینه یاد میگیره. چی؟ یعنی ویدیو هم میگیره. آره ویدیو هم میبینه باهاش. آره عکس هم میشه امضا برای همین ویدیو. خوبه برای فرست عکس یوزر نه مگه بریم خفتش الان بگیر. خب بعد اکشو برنیم صدای که
این میشه کشه اسکوید. بله لاگ اسکوید خیلی تر و تمیز کش. الان از 102 کی بوده اینجا؟ ماشاءالله 100 داشتیم. آفتاب نیوز خودشو معرفی کنه. 100 قبل از اینکه پیداش کنیم. فارس نیوز هم میره این سمت احمدی نژاد ایناست. نه فارس نیوز نیست، فردا نیوزه. شوخی میکنم. بعد دیگه این هم از آره سایت اسکوید رفت منوال بخون. خب تاپ سایت حتی الان چیز نیست که بخوایم تاپ سایت بگیریم، ولی در واقع این تعداد رکورد تاپ سایتمون arjang.ac.ir بوده و HR یعنی human resource.remisco.com و www arjang بوده و خلاصه اینجوری. اگر ولی میخواید فیسبوک نمیره اینجا چون بسته است، اونایی که با فیلتر شکن میرن لاگش اینجا شما نمیبین. این قرار ببینید که تونل نمیزدیم که حله حل شد الان لاگ. دوستان سوال یه مشکل، من اینجا توی اوبونتو که زدم به همین مسیر ورلاگ اسکوید که رفتم و من اسکوید 3 هست. خب تا ورلاگ اسکوید 3 باشه مال شما اس گرفتم ازش اکسس داد لاگ توش هست با وی آی که بازش کردم خالی بود چون استفاده نشده خالی. یعنی خودش با دیفالت بله تایتل نمیده. من